خب با بخش ششم طراحی قالب های PSD به HTML در خدمتتون هستیم. توی بخش قبلی تونستیم که وبسایتمون رو تا اینجای کار کامل بکنیم. حالا توی این بخش میخوایم در رابطه با یکی از مهمترین مسائل، یعنی اون باکس لایه مربوط به پست های وبسایتمون صحبت بکنیم. ببینید هر وبسایتی که شما ایجاد میکنید بجز حالا یه سری بخشایی که به عنوان منو، به عنوان اسلاید، هدر یا سایت بار داره، بخش محتوای وبسایت شما هستش. بخش محتوا حالا به صورتیه که شما حالا هر مطلبی که توی وبسایتتون قرار میدید تکرار میشه. یعنی الان اینجا اگه من یک باکس دارم، اگه شما توی وبسایتتون چندین مطلب رو پست بکنید، به صورت سلسله‌وار پشت سر هم نمایش داده میشه و اون قالب کلی وبسایتتون رو شکل میده. حالا چون حالا ما یه دونش رو کامل کنیم، بقیه‌اش هم کامل میشه دیگه. حالا جلوتر میریم مثال میزنم که چطوری میتونیم، فقط به صورت تئوری، البته به صورت تئوری بهتون میگم که چطوری میتونیم ما این قالب ها رو به صورت داینامیک در بیاریم، که حالا این نوشته الان ثابت هستن دیگه. ما توی دوره‌های HTML بهتون گفتم HTML ما به وسیله اون میتونیم وبسایت‌های استاتیک رو طراحی کنیم. یعنی الان من قرار باشه بخوام این متن‌ها رو عوض کنم، باید بیام برم سورس صفحه‌مو دست بزنم، که این کار زیاد جالب نیست. برای همین میتونید از CMS‌های مختلف استفاده کنید. اگه از دانش برنامه‌نویسی برخوردار نیستید، میتونید از جملا، وردپرس و حالا چیزای دیگه هم هست که معروف‌ترینش میتونه وردپرس و جملا باشه. میتونید از اونها استفاده کنید و یک وبسایت داینامیک طراحی کنید که حالا قالبش رو خودتون میتونید بنویسید به وسیله CSS و HTML. حالا دیگه اون کدهایی که مربوط به PHP هست و حالا عقب طراحی کردم و نوشتم. خب ببینید این باکس یا همون لایه مربوط به پستای وبسایت، حالا این چیزی که من اینجا طراحی کردم شامل چند بخش میشه؟ یه بخشش 1 2 3 4 5، یکی هدر وبسایت منه، یه معذرت میخوام، هدر باکس منه، که حالا اون عنوان پستی که ارسال کردیم و داخلش قرار میدیم. مثلا اینجا دانلود آموزش طراحی وبسایت که میتونه توی این باکس ما قرار بگیره. حالا یکی میاد به یه شکل، به یه نحو دیگه این باکس رو طراحی میکنه، مثلا دانلود آموزش طراحی وبسایت رو میاره پایین، میذاره راست، میذاره چپ. میگم کاملا سلیقه‌ای هستش، ولی سعی کنید که استانداردها رو توی اون رعایت بکنید. یه قسمت هم داریم که یه سری اطلاعات به ما میده در رابطه با این مطلب، به عنوان مثال نویسندش کی بوده، تعداد بازدید این مطلب چقدر بوده، جزو کدوم دسته به حساب میاد. معمولا پستی که ارسال میشه توی وبسایت دارای یه سری تصویر است. حالا ممکنه یه تصویر باشه، اگه پستای خبری باشه، سایتمون خبری باشه، ممکنه که چند تا تصویرم تو اون به کار ببریم. ولی یه دونه تصویر میذاریم ما که حالا به کاربر در رابطه با اون پست یا مطلبی که ارسال کردیم از طریق اون تصویر یه سری پیغامو بهش بدیم، که به راحتی حالا اینجا ما نوشیم آموزش طراحی وبسایت تبدیل قالب PSD به HTML. کاربر یه نگاه به این بندازه میفهمه دیگه موضوع اون پست چی هستش. یه قسمت هم داریم که متن اون مطلبمون رو ارسال میکنیم. حالا من اینجا اومدم یه متنی رو کپی پیست کردم، زیاد به این متنش دقت نکنید، فقط واسه این که این قسمت پر باشه. یه متنی هم اینجا حالا اضافه میکنیم بهش که توضیحاتی میده در رابطه با این مطلب ارسالی ما، و دکمه ادامه مطلب که اگه شما اون رو کلیک کنید میتونید به صفحه دانلود مراجعه کنید یا توضیحات بیشتری رو راجع به اون مطلب ببینید. خب حالا ببینید این چند تا شد، 1 2 3 4 5 تا، 5 تا قسمته. یعنی اون دایوی که مربوط به کانتنت من هست توی این قسمت ایجاد کرده بودیم، بذار اینا پاک بکنم. اون دایو کانتنت ما داخلش 5 تا دایو دیگه ما میایم قرار میدیم. خب
حالا این دایو کانتنت من، اگه شما این رو ملاحظه کنید، ببینید فعلا خالی هستش، سفیده. من میام داخل این دایو خودم، دایو کانتنت خودم، 5 تا دایو دیگه ایجاد میکنم. از بالا میایم به پایین به ترتیب، این چیزایی که من حالا اینجا ایجاد کردم رو ایجاد میکنیم. خب اول از همه یه دایو میخوایم با آیدی سی هدر، برای اون بالای مطلبمون کامنت کنم من. خب حالا میام استایل مربوط به اون رو مینویسیم. خب پهنه اون چقدر باشه؟ 675 فعلا بدم. خب ارتفاع اونم 50 پیکسل. یه بک‌گراند هم من بهش بدم. خب ببینیم تا اینجا کار چی شد. همچین چیزی رو ما تونستیم بالای وبسایت خودمون، بالای لایه مربوط به پست خودمون ایجاد بکنیم. حالا میتونیم بورد رادیوس هم به اون بدیم. بورد رادیوس 15 پیکسل. به این حالت در. خب حالا من میخوام داخل این یه متنی رو بنویسم، به عنوان مثال دانلود آموزش ذخیرش میکنم و رفرش میدم. ببینید چسبیده بالا سمت راست، همونطور که توی بخش قبلی گفتم باید ما از دستور پدینگ استفاده بکنیم برای این کار. دستور پدینگ رو براش به کار میبرم. ذخیره میکنم، رفرش میدم. ببینید زمانی که پدینگ 10 پیکسل رو بهش اختصاص دادم، از بغلا و ارتفاع اون اضافه شد. همونطور که توی بخش قبلی گفتم، ما این 10 پیکسلی رو که از بالا پایین چپ راست اختصاص دادیم، باید از ویت و هیت خودمون کم بکنیم. پس این میشه 655. 20 تا کم بشه میشه 30 تا. چرا 20 تا از هر کدوم کم کردم؟ به خاطر اینکه 10 تا از این ور اضافه شده، مثلا چپ و راست 10 تا از این ور، 10 تا از این ور میشه 20 پیکسل. الان من رفرش بدم، دقیقا برمیگرده به حالت اول خودش. خب این تا اینجا ای کار. قسمت بعدی چیه؟ قسمت بعدی اون اطلاعاتی هستش که در رابطه با مطلب ارسالی خودمون توی وبسایت داریم. پس میاد زیر دایو سی هدر، یعنی داخل دایو کانتنت، دایو حالا اسمش رو میزنیم سی اینفو، کانتنت اینفو آیدیش جام آیدی سی اینفو رو من ایجاد میکنم. خب آیدی سی اینفو میام میگم که دقیقا همچین چیزی رو داشته باشه. اینجا شما کپی پیست کنم. بذارید کل این رو من کپی پیست کنم و رنگش رو عوض کنم. ذخیره بر رفرش به این صورت. حالا اینجا میتونید اون اطلاعات مربوط به پست های خودتون رو داخلش بنویسید. اینجوری باشه بهتره. خب الان اینجا من به نظرم این گوش ها گرد نباشه خیلی قشنگ تر میشه. یه دستور border رادیوسی که اینجا به کار بردیم پاک بکنیم. border bottom left radius میشه step.
این قسمت باتن باید بشه تاپ اگه اشتباه نکنم، border top top left بالا سمت چپ 15 پیکسل border این قسمت top right این 15 پیکسل. بذارید ببینیم چی میشه تا اینجای کار. دقیقا فقط من اومدم با این دستور بالاهای تاپ بالا سمت چپ 15 پیکسل، بالا سمت راست 15 پیکسل، بالا سمت چپ و با بالا سمت راستش رو گرد کردم. خب حالا بریم همون قسمت اینفو خودمون هم درست بکنیم. تو قسمت اینفو این چیزی که من اینجا نوشتم از لیستای نامرتب UL و LI استفاده کردم. به چه صورت؟ به این صورت که شما میاد در داخل این تگ، در داخل این دایو یه لیست نامرتب ایجاد میکنید. خب LI های اون چی میشن؟ LI میشه اولی رو مثلا مینویسیم نویسنده مدیر سایت به عنوان مثال. LI بعدی رو چی مینویسیم؟ مثلا تعداد بازدید یه عدد هم بود. LI بعدی هم مینویسیم دسته گرافیک، سیوش میکنیم و به صفحه خودمون رفرش میکنیم. ببینید الان چون به صورت لیست هست زیر هم برای ما نمایش داده میشه، همونطور که توی بخش قبلی هم دیدیم میایم آیدی سی اینفو تگ یو ال ال آی میگیم فلوتش رایت بشه، الان به صورت خطی در میاد. خب حالا به خاطر اینکه این ال آی های ما این لیستی که ما داریم خیلی تو هم هست و ما میخواییم به این شکل در بیاد چیکار میکنیم؟ یه راهش اینه که ما بیایم از دستور مارجین استفاده بکنیم. به عنوان مثال مارجین رایت مثلا 50 پیکسل بزنم. ببینید به این صورت میشه. حالا مارجین لفت رو استفاده کنم به این صورت میشه. مارجین رایت زمانی که شما استفاده میکنید این LI ما از این سمت هم مارجین میگیره به خودش، یعنی از سمت راست هم مارجین میگیره و یه مقداری متمایل میشه به این قسمت. ولی زمانی که شما میاد از مارجین لفت استفاده میکنید این سمتش هم الان مارجین لفت داره ولی دیگه نشون نمیده، میاد از سمت چپ فاصله میگیره. الان ببینید من اینو اگه رایتش کنم چه شکلی میشه. رفرش میدم، بذار توی صفحه جدید باز کنم. ببینید زمانی که از رایت فاصله دادم الان این قسمت مارجین داره، اینجا فاصله داره، فاصله داره، اینجا دیگه فاصله نداره. ولی این قسمت چجوری اومده از سمت چپ فاصله ها رو گرفته، اینجا فاصله داره که دیگه نشون نمیده، اینجا داره داره، این قسمت دیگه نداره و میاد میشسته به سمت راست. خب اینم 50 پیکسل براش کفایت میده. آیتم بعدی چی بود؟ تصویر مربوط به اون محتوای وبسایتمون هستش که اونم میایم حالا ایجاد میکنیم. اما من یه توضیح بهتون بدم قبل از اینکه بخوام این تصویر رو ایجاد بکنم. ببینید ما الان داریم یه قالب استاتیک طراحی میکنیم. قالب استاتیک قالبیه که محتوای اون ثابته، یعنی اینکه شما اگه بخواید یه جایی از اینو تغییر بدید بعد اینجوری گیریم بیبری یا نصفت رو با کنید سورس مربوط به اون رو شما تغییر بدید. قالب داینامیک چجوریه؟ یعنی این کدایی که ما الان داریم می نویسیم جای گرافیک، جای دسته، جای تعداد بازدید کننده اینا کدهای PHP قرار می گیره. حالا مثلا یه CMSی مثل وردپرس این چجوری داستانه؟ زمانی که شما بخواید قالب طراحی کنید سازندگان وردپرس یه سری کد PHP رو برای شما آماده کردن که لابلای قالب خودتون بین این کدها قرار میدید. به عنوان مثال اگه من قرار باشه که
نویسنده سایت که خب مثلا یه شخص ثابتی نیست، میاد یه تیکه کد پی اچ پی اینجا قرار میدی یا یه جای دیگه قرار میدی، میاد نویسنده اون مطلب رو از دیتابیس وردپرس میکشه بیرون و به جای این مدیر سایت قرار میده. واسه همینه که شما حالا واسه هر پست یه سری چیز، مثلا واسه یه پست میبینید مدیر سایت، واسه یکی دیگه مثلا میبینید یه اسم دیگه است و اینا، جریانش اینجوریه. و مطالب، واسه مطالب هم بهتون بگم، الان ما اینجا یه دونه باکس طراحی کردیم دیگه، یعنی یه مطلب، یعنی اگه قرار باشه اینجا تو هر صفحه 10 تا مطلب شما نمایش بدید از وبسایتتون، بعد ما 10 تا اینو کپی پیست کنیم، نه اینجوری نیست. توی وردپرس حالا سیستمش به این صورتی که اگه با برنامه نویسی آشنایی داشته باشید، ما این سری حلقه ها داریم توی برنامه نویسی، فور و وایل و وایل و اینجور چیزا. شما میاید از طریق دستور PHP اون قسمتی که مربوط به مطالبتون هست و داخل حلقه قرار میدید. اون کد PHP میاد بررسی کنه ببینه چند تا مطلب رو تو هر صفحه میخواید قرار بدید، به همون تعداد برای شما میاد کپی میگیره از این مطالب وبسایتتون، و حالا هم تعدادی که بخواید مطلب رو میتونید نمایش بدید. حالا من برم فعلا این تگ بعدی هم ایجاد بکنم. تگ بعدی اول بذارید اینجا بنویسم ترتیب رعایت بشه. بیام زیر سینکو ایمیج، خب بیتمون رو 655 پیکسل، بیتش رو 300 پیکسل در نظر میگیرم. حالا میام اینجا از تگ IMG SRC یه عکسی هم حالا من قبلا ایجاد کردم، همین رو به کار میبرم. حالا یه سری دیگه اتریبیوت داره که من اونا رو استفاده نمی کنم. ذخیره کنم اینجا فرش بده. خب اینم از تصویرم. حالا میمونه بحث محتوا، اما بحث اون متن پستمون. اما قبلش من یه نکته خیلی مهم رو به شما بگم. ببینید من الان اومدم هر قسمتی که توی اینجا دقت کنید همه اینا رو ارتفاع رو ثابت گرفتم، اما آیا مطلبای من به صورت ثابته؟ شاید یکی نوشتش بیشتر باشه توی بخش مقدمه، یکی کمتر باشه، شاید یکیش یه خط توضیح داده باشه، یکیش مثلا 10 خط توضیح داشته باشه اولش. اون وقت داستانش چجوری میشه؟ شما میایید واسه دایو کانتنتتون، این سفیده است الان اینجا، این جزو این دایو کانتنت منه که اینجا میبینید، از این قسمت که من الان انتخاب کردم این بالا شروع میشه تا این قسمت که توی این کد بهتون نشون میدم تا اینجا. حالا اون بحث کامنت گذاری هم که بهتون گفتم اینجا به درد میخوره، شما میتونید کامنت بذارید تا بفهمید کدوم دایو که تموم شده مال اونجایی که ما بستیم واسه کدوم دایویه که تگش باز شده. الان کل اینجا میشه از اینجا تا اینجا. خب حالا من اگه بیام ارتفاعی رو که به کانتنت هم دادم، یعنی این قسمت، اینو مثلا به جای 500 تا بکنم 1500 تا، ببینید به چه صورت میشه. این قسمت سفیدی میاد به اندازه 1500 پیکسل ارتفاع پیدا میکنه. خب من اگه بیام اینو حذف کنم چه اتفاقی میفته؟ یعنی اصلا ارتفاع ندیم بهش، ببینید میاد دقیقا تا اون قسمتی که محتوا واسه ما وجود داره رو ارتفاعشو افزایش میده. حالا ببینید به عنوان مثال من میام این زیر یه متنی رو اضافه میکنم، بذارید متنی همینجوری حالا بنویسم زمان گرفته نشه. ببینید خودش ارتفاعشو افزایش داد چون من بهش هیچ ارتفاعی رو اختصاص نداده بودم. خب اینم تا به اینجای کار ایمیج رو ساختم. حالا میرم دایو مربوط به تکس خودم رو ایجاد کنم.
این متن مطلب ما میشه، اون چیزی که داخل پستمون میخوایم ارسال کنیم. حالا من این متنی رو از قبل اینجا آماده کردم، اینو می‌نویسم که خب رفرش بدیم ببینیم چی شد تا اینجای کار. تا اینجای کار این شد. حالا من اگه بیام یه مقداری پدینگ رایت به این بدم، آیدی سی تکس پدینگ رایت مثلا 5 پیکسل، یه مقداری از سمت راست هم فاصله بگیره. خب یه راه وجود داره که شما میتونید بدونید که این رایت و لفت و اینا رو بنویسید. البته من همه اینا رو توی دوره آموزش CSS گفتم. میایید به این صورت مینویسید 5 پیکسل مثلا 10 پیکسل 5 پیکسل اونم میذاریم مثلا 3 پیکسل که بتونم بهتون توضیح بدم چجوریه. رفرش میدم ببینید این الان میاد میگه 5 پیکسل از بالا فاصله بگیره، 10 پیکسل از سمت راست، 5 پیکسل از پایین و 3 پیکسل از سمت چپ. بالا 5 پیکسل، سمت راست 10 پیکسل، پایین 5 پیکسل و سمت چپ هم 3 پیکسل. به این صورت میاد اون فاصله خودش رو حفظ میکنه. خب اینم اون بخش مربوط به مطلب خودم. اما یه قسمت میمونه مربوط میشه به فوتر، به اون جعبه مربوط به پستا که توی اون فوتر میتونید شما دکمه ادامه مطلب خودتون رو قرار بدید. حالا چه کارهای دیگه هم سلیقه یه دیگر کاری که میخواید میتونید انجام بدید. اصلا میتونید نویسنده و این بخش مربوط به اطلاعات رو بیارید این پایین قرار بدید. خب این آیدیش میشه کانتنت فوتر. این هم از این قسمت. ریتش بشه مثلا میشه 155 پیکسل، ریتش مثلا بشه 50 پیکسلی. بک‌گراند من اول بهش بدم که مشخص شه کجای کار افتاده. خب این شد تا اینجای کار. این 655 و بذار جنم کار 675 باید بدم براشت 675 میدم. این تا اینجای کار ما شد. خب حالا مثلا این بک‌گراندش هم حذف میکنم، فقط میخواستم باشه که ببینیم کجا دقیقا قرار میگیره. خب حالا دکمه ادامه مطلب چیه داستانش؟ این همون تگ آه ما هست که به صورت استایلی که بهش دادیم به این صورت در اومده. ببینید من میام این داخل دایو فوترم، سی فوترم که الان ساختیم آبی اون پایین بود، این یه تگ لینک ایجاد میکنم. ادامه مطلب. ببینید دکمه ادامه مطلب من الان به این صورته. حالا چجوری بهش استایل بدیم تا این شکلی بشه؟ اول از همه دکمه ادامه مطلب رو معمولا سمت چپ قرار میدم. خب به خاطر این، حالا اگه من قرار باشه این ادامه مطلب رو بیارم سمت چپ باید چیکار کنم؟ خیلی راحت. من میام دایرکشن مربوط به سی فوترم رو لفت و رایت میکنم. یعنی فقط سی فوتر من، یعنی این قسمتی که آبی بود قبلش، این میشه چپ به راست. حالا میگم پدینگ لفت اونم بشه مثلا 50 پیکسل. فوتر این چرا نگرفت؟ بذارید یه کار دیگه کنیم. پدین لفت چرا نگرفت؟ پدین لفت نگرفت. خب اشکال نداره. حالا بذارید اول از همه اون
سی فوتر تگ آب تکست دکوریشنش رو نان کنم که ما حالت آندرلاینش حذف بشه و بکگراند کالر کالرش هم مثلا رنگی در نظر بگیرم. ببینید تا اینجای کار چی شد. خب این شد تا اینجای کار. حالا میام از دستور مارجین لفت استفاده کنم. مارجین لفت دیگه باید جواب بده. مارجین لفت، آها ببخشید من اومدم پدینگ و اختصاص دادم به اون. این الان باید مارجین لفت جواب بده. بذارید یه تست بگیریم. خب مارجین لفت جواب داد. 20 براش بس فکر کنم. آره 20 پیکسل براش کافیه. اینم بشه پدینگ میدیم که این دکمه ادامه مطلب ما یه مقداری خوشبومتر بشه. خب کالر اینم من حالا عوض کنم. بذاری سفید بذاریم. خب حالا زمانی هم که ما میخواییم موس رو روی اون ببریم، ببینید یه تغییر رنگی بده به نشونه علامت. کافیه که این قسمت رو من کپی کنم. زمانی که موس روی اون قرار میگیره کالرش بشه مثلا این رفرش. معذرت میخوام بک‌گراند کالرش من میخواستم عوض شه، اشتباه کالرش عوض کردم. بک‌گراند کالرش بشه این رنگ. خب اینم تا اینجای کار. خب توی این بخش هم تونستیم که اون لایه مربوط به مطلب خودمون رو ایجاد بکنیم. با یه چیزی که تو این جلسه به نظر من حائز اهمیت بود، اون بحث ارتفاع ندادن بود. زمانی که شما میخواید ارتفاعتون متغیر باشه، بعد اون هیت رو از اون لایه یا اون دای به مورد نظرتون حذف کنید. به عنوان مثال اگه اینجا قابل تغییر بود، معمولا این باکسایی که میذارم بالای وبسایت ثابته، یا هدری که میذارن ارتفاع ثابت داره، به اونا میان ارتفاع میدن. مثلا این نویگیشن یا همون منوبار خودمون دیگه اندازش میبینیم ارتفاع ثابت، تغییری نمیکنه. ولی یه چیزی مثل این مطلب ما سایزش متغیره، واسه همین ما میایم که ارتفاع رو از اون حذف میکنیم. خب دیگه چیز خاصی هم به ذهنم نمیرسه. فقط تنها نکته‌ای که بهتون بگم اینه که اگه شما این فیلم‌ها رو ببینید و تمرین نکنید هیچ فایده‌ای نداره. مثل این میمونه که بخوام به شما رانندگی یاد بدن، هی بیان به شکل تئوری به شما بگن که کلاش چیه، ترمز چیه، دنده چیه، گاز کدومه. تا زمانی که خودتون پشت ماشین نشینید هیچ موقع رانندگی یاد نمیگیرید. پس بهتره که به صورت عملی خودتون وارد بشید به این آموزش هم. حالا اکتفا نکنید، برید سرچ کنید و مطالب بهتری رو یاد بگیرید. این آموزش واسه کسایی بود که میخواستن حالا به صورت مقدماتی قالب‌های PSC خودشون رو به HTML تبدیل کنن. شاید من اومدم توی این کد نویسی یه سری از استاندارد و اون چیزایی که بود، حالا اصول و استاندارد بود و رعایت نکرده باشم. شاید من نیومدم زیاد از کلاس استفاده کنم. به عنوان مثال توی جاهایی که اون طول عرض و ارتفاع شما ثابته، مثلا فرض کنید چند تا آیتم من داشتم، بیت و هیت اون 675 پیکسل در 50 پیکسل بود. من میتونستم بیام اینو به صورت یک کلاس بنویسم و دیگه اون کلاس رو به اون قسمت اختصاص بدم و دیگه نیام واسه هر کدوم این دو تا خط رو تکرار بکنم. ولی خب چون به صورت مقدماتی این آموزش بود، فقط خواستم که آشنا کنم شما رو که چطوری میتونیم یه قالب PSC رو به HTML تبدیل کنیم. حالا شاید یکی دیگه میاد به اینکه اسلایس زدن تو فتوشاپ چه جوری باشه. بعضی هستن میان قالب رو اسلایس میزنن و اونو برش میدن، بعد میان تبدیل به فایل HTML میکنن. اما حالا من این روش رو همیشه خودم این روش استفاده میکنم. قالبی که طراحی میکنم، اون PSC رو که طراحی میکنم، میام کلی هم موقعی که تبدیل به HTMLش میکنم کلی هم توش تغییر تحول میدم و حالا اون چیزی هم که
به دردتون میخورد و تا جایی که جاداش من اومدم به شما گفتم، چون خودم زمانی که میخواستم تبدیل PSD به HTML و چند سال پیش یاد بگیرم، اومدم الان خودم رو دقیقا جای شما قرار دادم ببینم نیازاتون چی هست، اون چیزا رو من به شما گفتم. حالا یه قسمت مونده، اونم فوتر وبسایت هست که حالا توی بخش بعدی اونم ایجاد میکنیم تا اون قالبی رو که اول کار دیدیم حداقل بتونیم تکمیل کرده باشیم. پس تا بخش بعدی، خدا نگهدار.